رئیس نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سمت خود کنار رفت، اما گزارش مربوط به مسلمانان اویغور بدون انتشار باقی ماند. دیپلمات‌های خارجی در کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو امروز به میشل باشله رئیس این نهاد ادای احترام کرده و از 4 سال خدمت او تشکر کردند. اما باز هم گزارش مربوط به نقض حقوق مسلمانان چین منتشر نشده باقی ماند. گروه های حقوق بشر از این تأخیر به طور فزاینده ناامید شدند. مسابقه کتابخانی عاشورا و عاشورایان در شهر بامیان افغانستان برگزار شد. این مسابقه از طرف شورای عالی قرآنی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر بامیان و تحت اشراف مؤسسه امام هادی علیه السلام در کشور افغانستان بین 10 نفر از قاریان و طلاب این ولایت برگزار شد. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران و ترکیه با به عقب راندن پناهجویان افغانستانی قوانین بین المللی را نقض می کنند. بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه 9 شهریور توسط عفو بین الملل منتشر شد، ایران و ترکیه با ممانعت از ورود پناهجویان افغانستانی به کشورهایشان یا بازگرداندن آنها برای زندگی در شرایط سخت با وجود طالبان قوانین بین المللی را نقض می کنند. طالبان چهارشنبه 31 آگوست را در افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرد. طالبان در حالی روز چهارشنبه را به خاطر سالگرد خروج آخرین نیروی آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرد که چندی پیش تعطیلی روز عاشورا را از تقویم این کشور حذف کرد. حجت الاسلام سید حیدر حجار جزایری از نمایندگان دفتر مرجعیت در نجف اشرف با حضور در وزارت کشور عراق در بغداد با سپهبد حلیم فرهود زرجاوی معاون وزیر کشور عراق دیدار کرد. در این دیدار جمعی از شیوخ عشایر نیز با نماینده دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع همراه شدند و ضمن قدردانی از فعالیت‌های اجتماعی نماینده وزیر کشور پرچم مطهر گنبد حضرت سید و شهدا علیه السلام را به وی تقدیم کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد شیرازی فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در چندین مجلس و مراسم مختلف اعضای حسینی در کشور کویت شرکت کرد. مراسم عزاداری هیئت امام محمد جواد علیه السلام، حسینیه المصطفی صلی الله علیه و آله و حسینیه مرحوم حاج عباس الغلاف از جمله این مراسم بودند. دولت پاکستان و سازمان ملل متحد از جامعه جهانی برای کمک به سیل زدگان درخواست کمک کردند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان گفت که پاکستان به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. سیل خسارات جبران ناپذیری به خانه ها، محصولات زراعی و احشام وارد کرده است. آنتونیو گوترش نیز در پیامی از سازمان ملل متحد خواست تا به پاکستان کمک فوری کند.